شما ایرانیان برای تشکیل اتحاد و شکل گرفتن این اتحاد باید حتما به این سی میلیون روی ها بپیوندید پنج سال پیش در شب خیلی ایران من گفتم ما در آینده حکومت را به یک اپوزیسیون نخواهیم داد باید هفت اپوزیسیون داشته باشیم و بین اینها تفرقه بندازیم تا برای اینها حکومت کنیم به همین سادگی یکی از اینا میتونه سطن طلبه باشه یک اپوزیسیون دیگه جمهوری خان یک اپوزیسیون دیگه حزب کارگریه که باید با هم درگیرشن اینا اینا هر کی با هم درگیر باشن ما سود میکنیم حالا هی بشین سریال نگاه سال 56 57 مملکت داره این رو هوا هی بشین سریال نگاه کن تنها راه نجات تو هم وطن عزیز همین ری متحد شید و پشت اپوزیسیون ری استارت بیستید و به این سی میلیون بپیوندید ولکام تو صد و هفتمین برنامه ریستارت حالا بشین هی سریال میکارکنولکام <تصفح> دل و ساس کنیم از اول آغاز کنیم بشیم مثال سیمور فرهامون رو باز کنیم به شهر اشاق بریم یکی کنیم دل رو زمستون رو دک کنیم زنده کنیم بهار بی بیمار بشین به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین با مقصد نهایی همدل و هم راز بشین سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم اما رفیق راهیم خوش آمدید به 107 امین برنامه ری استارت. باز هم اصخایی میکنیم از اینکه این, این گردو بازی ها و این کارهای سیاسی و این این حرف ها باید در بزرگترین برنامه 700 سال گذشته تا الان پخش این جای تأصف داره اما مجبوریم برای اینکه خیلی از ری ها شب بخیر رو گوش نمی کنن. شب خیران این هفته رو هم گوش کنید بسیار مهمه بسیار مهمه در برنامه های شب به ها حدود 4-5 سال پیش من اعلام کردم که دادن یک این حکومت یا هر حکومتی در جهان به یک اپوزیسیون یعنی دیکتاتوری مطلق هیچ آدم خوبی ما در سیاست نداشتیم تا الان به جز یک درصد دو درصد اون سیاست هم مثل گاندی مثلا اینها هم سیاست مدار به این نام نبودن یعنی روی برای مردم پخش کردن و اگه ناجی هندوستان شدن فقط برای اینه که روی پخش کردن خرد مردم تکون خورده و بر اساس یک لطف یکی از سیاست مداران بزرگم شاید شدن نکته اینه که ما هفت اپوزیسیون باید در آینده داشته باشیم هموطن عزیز این هفت همیشه باید با هم دعوا کنن و تو باید یاد بگیری در آینده در برنامه های شب خیران که چجوری بین اینها درگیری وجود بیاری کی بوسشون کنی کی بهشون فوش بدی کی روزنامهشو بخونی کی نخونی کی رأی بدی کی رأی ندی اگه میخوای این دو سباه و دو تا گردو بیشتر بخوری و یه اصلی بخوری و یه رخت خواب راحت تری داشته باشی راهش اینه که ما بهت میگیم حالا اگرم نمیخوای گوش کنی یا نمیخوای به این سی میلیون بپیوندی برای ریستارتیا هیچ اتفاق نخواهد افتاد خود تو بعد ناراحت میشی از این که در بدترین شرایط روزگار ایران سریال نگاه کردی <تصفيق> خندیدی رفتی <applause> تفریح کردی الان سال 56 57 و کشورهای خارجی دارن تلاش میکنن رسانه هاشون راه انداختن برای اینکه بتوانند کشور رو به یک نفر بدن که 50 60 درصدش بخورن یه کار نفتی میکنن پنجاه درصدش به ایران نمیرسه نفتی چند تا بشکاله چی طلا و معادن و این همه نیروی انسانی و خاک کشور رو چطوری میذارن تو همشه ورداری مگر اینکه در طول تاریخ اتفاق افتاده که برنامه ای چون ریستارت پخش شده در 700 سال پیش و در دوران کوروش و تونسته که مردم رو بسیج کنه و کشورهای خارجی مجبور به سکوت شدن و کشور رو تحویل ملتشون دادن فقط همین اتفاقی ممکنه بیفته اگر نه هر سیاست مداری در خارج از کشور اولا که جیک و پوک هم همه اینجا میدونن تو که تو ایران نمیدونی حالا توی برنامه های شب خیران هر چی میریم جلو خطرناکتر میشه شدیدا خطرناکتر میشه ما با هیچ کس مشکل نداریم هر کس که بخواد جز به این اپوزیسیون در آینده نباشه خودشو پخی بدونه ما پدرشو در میاریم بهش حمله میکنه مملکت تک حزبی نمیتونه باشه من اینجوری من اصلا این شوخیار من من ندارم اصلا یه اومده که ناجی ملت ایرانه با هیشگی و به هیشگی رحم نخواهد کرد پس یا باید متحد چند این شیش اپوزیسیون در کنار همدیگه و بر علیه یک فرعون یا یک حکومت دیکتاتوری قیام کنن بهترین که بهترین روشه یا اینکه اگه فکر کنن که خودشونن و دیگران هیچ چی نیستن اون 6 7 اپوزیسیون رو بنزن سطلاش کن ما بهشون حمله میکنیم ما به هیچ رحم نمیکنیم حواسه ما به هیچ رحم نمیکنیم یا باید تربیت چند اپوزیسیون ها با هم متحد چند و در کنار هم هفت تا اپوزیسیونی که ما معرفی میکنیم به از ریسارت تقدیم شما خواهد یا اینکه مطمئن باش که میخواد سال 57 تکرار شه چون بهش گفتم و 50 درصد بدی من زیر هیچ گروهی نیست من با هیچ کی نیست اینا جوکه همه با همن همه تو همن همه لا همن اینو فقط تو بدون فقط من و شما نباید گول بخوریم از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است در برنامه ریستارت های قبل توضیح دادیم که جهان هستی داره یک روح بسیار عظیمی است که ما نمیدانیم از صوفیان بزرگ همانند عزیزالدین نصفی سعدی، حافظ مولوی خیام کسانی که در آینده ایران هم برای شما بسیار مفید خواهند بود حتی اگر بهش فکر نکنید خیلی جالبه میدونی شما به هوا فکر نمی ولی برات مفیده اینها هر کدومشون هوای تازه در کشور ایران در طول این چند هزار سال دادن و تو داری استفاده میکنی بدون اینکه بفهمی که این از لبان گهربار سعدیه این از لبان گهربار مولویه این عشق مولویه که همچین شعرهایی گفته و میبینیم که یواشاش هرچی میریم جلوتر ارزم حضور شما که بیشتر موضوع رو میفهمیم به هر حال چون در آینده امپراتوری تصوف داره هفتا ارزم بزرگ شما که اپوزیسیون زیر مجموعش خواهد بود باید شما یواش یواش نگرشتون و دیدگاهتون سر مولوی و سعدی بدونید کجاست که دیگه دوباره دیوی سی سال بعد سرتون کلا نره که حتما آیندگان جوان ها نیخواهند بود که به شما یاداوری خواهند کرد که راه نجات سعدی و مولوی و افلاتون و جالینوس و سقرات و دیگر بزرگانند میریم سراغ داستان ادیان از اول دوباره مرور میکنیم برنامه دیویس به بعد دوباره کل داستان عوض میشه یعنی گفتم هر چی میریم جلوتر دوباره همه چیز عوض میشه شکل جهنم عوض میشه شکل آفرینش عوض میشه دلیلش هم اینه که هرچی ما میریم جلوتر من و شما بیشتر از ریستارت یاد میگیریم و تازه متوجه میشیم که این مهره های چیده شده در ساختار ریستارت چیه یعنی وقتی گفتیم سلسله شما همتون دیگه متوجه شدیم که فردی که الان در جهان هستی است همون حضرت آدمی است که این دوستان در راجبش حرف میزنن هیچ فرقی هم بینشون نمیکنه و اینها مهرهای تسبیح پشت سر همان که با یک نخ وصلن اسم این نخ رو گذاشتن و اعتصموا به حبل الله به این تنابه چنگ بزنیم لا تفرقو که خود مسلمان ها میگن خود مسیحی میگن و خود یهودی میگن و خود ادیان دارن میگن که راه نجات فقط از اون آدمه در اون تاریخ از اون تاریخ به بعد دست کسی دیگه است تا این تاریخ خب روح این وسط چی میشه خواب این وسط چی میشه الهام این وسط چی میشه اینا آخر سوال بسیار مهمه آفرینش رو از اول از طریق دین ها توضیح میدیم ببینیم ادیان راجع به آفرینش چی گفتن ادیان میگن که آقا خدا یعنی همون منظورشون هوه فرمان داد که به جبرئیل حالا این خیلی سوال جالبه که پس خدا اول جبرئیل آفرید طبق نظر ادیان دیگه ولی شما تو برنامه ریسار فهمیدید که خدا یعنی هو موجودی را آفرید به نام ایلیا همه چی ایلیا آفریده شد یعنی یک از رازهای تو این داستان بود حالا به هر حال ادیان میگن جبرئیل صدا کرد گفت برو از جهان هستی خاک بیار خیلی ساده است دیگه پس معلومه که جبرئیل باید بره یه جایی خاک بیاره خیلی نکته است خاک ها رو گرفت من داستان عدیان میگم می شنونده محترم حالا اگر الان بهش میخندی اشکال نداره ولی عرضم حضور شما که توصیفش کمدیه ولی مفهومش شاید فرق کنه بعد میکن که جبرئیل تشیف بردن و جهان خاک ورداشت اورد و این خاکو و یه آبی توش زد حالا هر چیز زد ما نمیدونیم عدیان میگم ما نمیدونیم اینو گلش کرد با این گل شروع کرد هیکل یه موجودی رو درست کردن اسم این موجودی گلش آدم پس جبری رفته خاک آورده با اون خاکه یه آبی زده توش گلش کرده بهش میگن آب حیات حالا هر چی میگن حالا هر چی اسمش میذاریم یه شکل درست کرده اسم این آدم و ادیان میگن بعد از اینکه این آدم رو درست کرد در او دمید و بعدش گفت سجده کن دارن حرف تصوف رو میزنن وقت نمیفهمن تمام عناصر مندلیوف در آدم هست جا کشفه هرچی در جهان هستی هست خاکش رو برداشتن چسبوندن به هم یه موجودی درست شده مولوی میگه از جمادی مردم و نامی شدم مثلا. یعنی به گیاه تبدیل شدم پس تومن سنگ یا جماد هر چی که وجود داره در جهان وجود داره هر چی تو مریخه باید تومن باشه مولوی میگه و بعد نبات باید تومن باشه حیوانم هم باید تومن باشه مسیر نوع نگرش جناب آقای مولوی پس این ذرات رو به هم چسبوندن چجوری چسبوندن حالا این چه دستگاه کامپیوتری بوده چه فضایی بوده که یک موجودی رو با یک خاکی از جهان هستی حالا هر جایی بوده وصف کردن توش آبی زدن گلی کردن یک موجودی رو آفریدن و سپس خدا یعنی هو روح ایلیا رو در این موجود دمید پس معلومه که این موجود آدم موجودیه که یه روحی از یه جایی توش دمیده شده یعنی این روح باید بیرون این آدم باشه یعنی شما فرض کنید یک عروسکی رو درست کرده عین پینوکیو حالا داستان پینوکیو رو اگه خوب دقت کنی موضوع رو بهتر میفهمی یعنی داستان ارفانیه نویسنده پینوکیو یک نگرش ارفانی داره یعنی یک عروسک درست کرده نجاری کرده از خاک و حالا هر چی چوب و اینا به قول داستان و توش دمیده میشه روحی که در این نیست و این موجود خاکی که دارای الکترونه دارای است پروتونه حالا هر چی که تو فکر میکنی فضا خالیه یا هر چی هست این موجود تکون خورده ها این روح از کجا اومده سواله این موجود کجا خوابیده؟ سواله همه اینها کفر بسیار مهم است نسبت به هو یعنی اگر خدا در انسان دمیده پس انسان بیرون خداست پس خدا جای بیرونش داره که توش دمیده پس خدا میره زیر سوال یعنی هو میره زیر سوال چه برسه که هو یعنی خدا نگرش عدیان دارم میگن به جبریل که بگه برو پس جبریل باید یه جایی بره دیگه خدا بهش نگفته در ادیان نمیگن که خدا به جبرئیل گفت بیا تو من بگرد خاک بیار همچنین حرف نمیگه میگه برو تو جهان بگرد خاک بیار خب این پس از اول ادیان کف شروع میشه نام 1 وان یه هویی داریم به نام خدا که یه بیرونی داره به نام جبرئیل چه کسانی بیرون خدا هستند در ادیان یکی جبرئیله دو تمام جهان هستی بیرون خدا این که داره میگه ادیان داره میگه یعنی همه موجودات همه مریخ بیرون خداست کهکشان رایشیری بیرون خداست هر چی در جهان می‌بینی بیرون خداست چرا چون جبرئیل توش گشته دیگه خیلی نکته مهمیه همین که جبرئیل توی جهان گشته که خاک بیاره نشونگر زمانه یعنی یه زمانی وجود داره یعنی یه اتفاقی تو زمان برای جبرئیل افتاده یعنی جبریل جبرئیل موجودی که هم تو غیر زمانه هم تو زمانه من دارم در داستان توضیح میدم بریم جلو بریم چیه سپس یک درختی هم بوده که حالا حوا هم بعدن اومد که بس تو خدا نبوده از اون ساخته دیگه میگه حوا رو از اون ساختم ادیان اینو میگن یعنی چی یعنی که حالا بعضی‌ها میگن که پس خانوما خیلی درجهشون پایین تره که در ریسار فهمیدیم نه اینجوری نیست مادر موسا یکی از بزرگترین صوفیان و پیامبران بزرگ تاریخ و دیدیم که خیلی در طول تاریخ اومدن از پیامبران بزرگ یعنی خانم ها خیلی پیامبرای بزرگ بودن ولی ادیان اصلا راجع پیغمبر تو وقتی حرف میزنه یه جوری حرف میزنن که انگار فقط مختص مرداست چرا برای اینکه بشین زنا رو بوس کرد دیگه کلک زد بهشون گولشون زد ببری دیسکو بیاریشون وقتی بتونی بزنی تو دهن زن زن دیگه قیام نمیکنه فکر نمیکنه اندیشه نمیکنه بعد میگن زنا خنگن خب خو خیلی خوبه دیگه درآمد کسب میکنن مردا یعنی لایه این همه حیوانات و موجوداتی که همه زیر مجموعه مثل این میز و مبل و اینا خانوما هم توشن دیگه خیلی جالبه دیگه کالای مصرفیه ببخش خانم من حرف میزنم چیزی که ادیان دارن میگن و بی, بی خدا هم همینه میگن ها. بی خدا هم یاد باشه بی خدا هم به تو میگن لخ شما بیشتر ببینیم اصلا ببینی یا نبینی اصلا بی خدا هم نگرشی به تو نهارن یعنی یعنی راه حلی به تو نمیدن اینا میگن سرت کن اونا میگن ورش دار راه حلی نمیدن بعد میریم تو کشورهای بزرگ جهانی میبینیم که هیچ پاپی زن نبوده همه مطی پاپن میگه مسیحا هم موتیه پاپن کاردینالن پاپ کشیشن حالا بعد آدم بیرون خدا بوده بعد اینجا جالبتر میشه یه موجودی به نام این میگه ماره اون میگه اقرب بوده اون میگه یه چیزی حالا هر چی بوده اسمش گوشن شیطان شیطانم بیرون خداه شیطان میاد حوا رو گول میزنه اولا باید زنه رو گول بزنه دیگه منطقی تره یه یعنی نظر داستانی رومانتیکش جذابتر که خانومه گول میزنه چون مردها خیلی باهوشن هیچ وقت گول نمیخونن اول خانم گول میخونه بعد مرده گول میخونه یعنی داستان خشنگی دید. و خوب که نگاه میکنه میبینی که یک موجودی به نام خدا وجود داره که یه چیزای بیرونشه پس این بیرونه یه خدای دیگه است پس دوتا خدا داریم یه خدایی داریم بیرون خداست یه خدایی داریم تو خداست ببین الان من به تو میگم تلویزیون خاموش کن پس یه تلویزیون بیرون منه یه دونه تو بیرون منی یکی هم که کنترل بیرون منه یکی هم فاصله ای داره که تو بری خاموش کنی دستور دیگه برو خاموش کنی دیگه پس این کنفیکون چی میشه که میگن هر چی گفتیم شد چی میشه پس وقتی تو بیرون منی پس خدا یه بیرون داره یه تو داره به سادگی ریاضیات سقراطی داریم توضیح میدیم دیگه بالا پایین نپیچون خودتو همه یه ادیان همین حرف میزنن پس یک موجودی بیرون خداست که میشه بیرون خدا این بیرون خدا شاید گنده تر از خدا باشه کجا میدونی دلیلش اشتیداشی که میگه به جبره میگه برو بگرد پیدا کن خاکار بیار خیلی باید گنده باشی که بره خاکار برداری بیاره دیگه بیرون خداست دیگه پس معلم خدا یک صندلی گوشه نشسته و بیرونش میرن پیگیری میکنن و میارن و هیچ کمکی و هیچ کاری هم نمیتونه بکنه این میره اونو گول میزنه اون لخته اون درخت میخوره سیب میکنه خدا تا اینجاها باش این کاری نداره چشاشو بسته این سیبه رو میخوره این گاز میزنه اون هم گاز میزنه یهو اتفاق و اینا هم رو میفهمن بعد بوس کنن بعد خدا می ا حالا بوس کنیم وقتی هیچ کی هم موقع نبوده که به خدا بگه خوشگل من چرا زودتر نگفتی نخور چرا زودتر نذاشتی اصلا چرا همچین درختی گذاشتی که ما گول بخوریم و این موجوده چیه حالا ما اصلا درخت رو گذاشتی چرا اینو فرستادی ما رو گول بزنه و هزاران هزار میلیارد سوال <applause> که بدون پاسخه در ادیان هیچ سوالی پاسخ نمیتونه داده بشه مگر در ریستارت یعنی در این برنامه سوال ها پاسخ داده میشه هیچ برنامه پاسخ داده نخواهد شد هیچ وقت پاسخ داده نخواهد شد چرا چون شما باید بری مولوی رو بخونی تا ببینی چی میگه بفهمی این یک داستان بسیار جزا و مشخصه به همین خاطر مردم جهان هیچی از روح نمیدونن نمیدونن چرا خواب میبینن تو کوچه فلان خیابون هستن و بعد اون خیابون رو ندیدن و اون کوچه رو ندیدن میرن می می اونجا میرن درسته کوچه درسته زری خانمو تو این کوچه میرم در میگه شما زری خانوم میگه بله میگم ای با من تو خواب رویای صادقانه دیدم و یا الهام واجه به الهام من یه توضیح کوچولو بدم برای اینکه بدونید دور انسان کامل صوفیان هستند و دانایان هم هستند دانایان به آدمهایی گفته میشه که دختر و پسر فرق نمیکنه اینها درجاتی رو رد کردن و دارای علم و دانش خیلی خیلی خاص و عجیبیه و همین خاطر این دانایان نوع نگاهشون خیلی فرق میکنه با من و تو یعنی اونها هم داره درجات و مشخص رو اینا اما ریستارتی ها یعنی کسانی که مثل من و تو حالا یکی از دوستان گفتش که شما لیدر ریستارتی گفتن نه من لیدر ریستارتی ها هم ریستارتی ها هنوز انسان کامل پیدا نکردن که خیلی از برنامه گوش میکنن ولی وقتی که انسان کامل پیدا کنه میشه ریستارت وقتی شد ریستارت خودش بلده لیدر داره تکلیفش معلومه و چندین بارم تو این برنامه من توضیح دادم که تو خدا شوخی های اینجوری چون بعضی این موقع بازم دارم میبینم هم الان اینا که صوفی و اینا طور خدا این شوخی ها رو نکن ببین من چندین بار تو این برنامه گفتم که بدونید دیگه صوفی مقامی داره که از این شوخی ها میکنید من اول نفر که باید بخنده منم دیگه وقتی من خودم دارم میخندم که شما میگی صوفیه دیگه این شوخی رو با من نکنید این که بدونید خب تمام اونایی که ریستارت میشن یعنی انسان کامل رو در خواب یا در بیداری مییابن و بعد میرن پیش انسان کامل و چیزی از او دریافت میکنن پیوندی در قلبشون یا در درونشون پیوندی زده که میشه که میوهشون شیرین میشه به قول دوستان این ریستارت شده ها که او را پیدا کردن چه زن چه مرد اینها به سادگی بعد از مدتی که کارهایی که بهشون میگه انجام بدن میتونن نبی بشن مثلا نبی ساده ترین حرکت در ریستارت وحی میتونه بهشون برسه یا الهام بهشون میتونه برسه به همین خاطر در تمام ادیان گفتن آقا به مورچه وحی کردیم وقتی وحی میرسه یعنی نبیه وقتی به مادر موسا وحی کرده یعنی این نبیه یعنی پیامبره برای خودش پس این خیلی ساده پس زن و مرد نداره در ریه مثلا اصلا این شوخی بزرگ زن و مرد فقط مال ادیان فقط پس هر خانومی میتونه فردا بشه نبی نبی ساده ترین است در الهامات درونی بعضی ها ممکنه چیزی بشنون بعضی ها ممکنه در درونشون چیزی متوجهشن الهام بهشون بشه و یا خیلی چیزهای دیگه ای که توش هست این خیلی نکته مهمیه درجات صوفی که میرسه به اون مقام صافی و معلومه دیگه شما میخوای یه چیزی مش... شراب درست کنی باید اینو بگیری قشنگ به چرونیش اون چیزی که یعنی توفاله های درونی اون انسان رو میریزن سطل آشغال درون اون یک می صاف در میاد اسمش میذارن صافی که همون صوفیه که خیلی در قدیم بهش میگفتن فیلسوف که به این مقام رسیدن درجاتشون هم فرماستن حافظ هیچ وقت مقام فیض کاشانی رو نداره در تصوف هیچ وقت مقام مولوی و شمس رو نداره این خیلی نکته مهمیه یعنی ولی حافظ صوفیه صوفی هم که الان هستن ممکنه یکیشون اصلا عجیب ترین صوفی باشه چون انسان کامل زیاد بین بچه نمیخواد نمیخواد نمیخوا تفرقه بندازه <applause> ولی واقعیت داستانی که اون بلد شمس و کجا بفرسته میبینیم شمس رو بفرسته مولوی رو دگرگون میکنه بزرگترین دانشمند جهان هستی یا فیض کاشانی اصخایی میکنه بریم سراغ عزیز و نصفی و بخونیم ببینیم که ایشون راجع به روح وحی و الهام چی میگه عزیز نصفی دانشمندی بزرگ که شما دوست دارین دانشمند دانشمند میکنی و صوفی بزرگ که یک ذره ای از درونش دانشمندیه ای درویش علامت انسان کامل آن باشد که هیچ چیز از ملک و ملکوت و جبروت و مبدع اول بر وی پوشیده نماند هیچی تو ملک نیست ملک یعنی چی؟ ملک یعنی همین که ادیان میگن که به جبریل گو برو از تمام جهان هستی یه خاکی بیار این میشه ملک میگه هیچ چیزی از ملک ملکوت و جبروت و مبدع اول بر وی پوشیده نماند داره تعریف انسان کامده میکنه تا تکلیف معنا تو معلوم میشه این مثلا. تمامت اشیا و تمامت حکمت و طبیعت و خاصیت و حقیقت اشیا را بداند استاپ و ببیند هر کلمه ای که دهان عزیز و نصفی در میاد بیلیارد بیلیارد میلیارد بیلیارد تفکر توشه چون این هیچی نمیگه مگر بهش وحی میشه میگه نمیتونه اصلا بگه دوباره میخونم جمله خیلی جالب تمامت اشیا و تمام حکمت یعنی حکیم توشه حکما حکما همه توشه حکمت و طبیعت بی خودها طبیعت و خاصیت خاصیت خیلی فرق میکنه شما یه سیب میدونی یه ملک سیب میدونی یه ملکوت سیب یا جبروت سیب یه خاصیت سیب میدونی سیب رو اگر سه قسمت کنی بزنی تو اصل سرطان ریه خوب میشه بندازی تو سرکه چی میشه نخوری چی میشه بخوری چی میشه رو بجویی ولی نخوری چی میشه رو بجویی ولی بندازی بیرون چی میشه خاصیتش دقت کنی تمامت اشیا و تمام حکمت هموطن عزیز این جمله مال یک آدمی مثل یه دانشمندی که مثلا دو تا فیزیک خونده نیست یه ریاضیدانی که بگه دو, دو تا چهار نیست این مال یه پادشاهی که با پول مردم حکومت گرفته و با کتک و چک و لگد و زندان اوین و قتل و غارت نیست این از یک آدمی که فکر کنید فوق لیسانسه نیست از یه پی نیست این از عزیزی نصفیه که 500 سال بعد داروین نظریاشو نسبه برداشت داد همه جهان گیج داروینن یعنی قطره ای از علم اینو ورداشت انداخت بیرون داروین ورداشت رو دستش گرفت جهان ح... این حبیج داره اینو نگاه میکنه داروینو سخن از عزیز الدین نصفی ها هموطن عزیز الدین نصفی یعنی اسمش میاد جهان باید بیسته جبرئیل میسته شوخی نکن راجبش جبرئیل میسته راجبش این کامپیوتر اون از یمن استاپ میشه که عزیز شخی شوخی نکنید باش ای درویش علامت انسان کامل آن باشد که هیچ چیز از ملک و ملکوت و جبروت و مبدع اول بر وی پوشیده نماند تمامت اشیا و تمام حکمت و طبیعت و خاصیت و حقیقت اشیا را کماهی بداند و ببیند یعنی هم میدونه هم میبینه برای اینکه بدونی این منظورش چیه اصای موسی رو میدونه بعد که اجدها میشه میبینه یعنی میدونه این اصا که دست موسی اجدها میشه یعنی الان میدونیم میکروفون حسینی دوتاش ماره عقرب جهان دوتا مریخه چسبیده به همه چیه این میدونه این وقتی ولش کنی میفهمی چیه حقیقت یعنی یعنی بعد ولش کنیم ببینیم چی میشه یه دونه ولش کرد موسا 700 600 هزار نفر رو از آب رد کرد فرعون داد رو هوا با اون بزرگترین وزارت اطلاعات جهان هستی یعنی فرعون بعدشون رو هوا هر هم اپوزیسیونا جیغ 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 گفت امپراتوری تصوف میاد و اومد هر چی هم تلاششون کشور کشورهای دیگه اومد امپراتوری تصوف و موسا اثر ول کرد با دو تا سیم تو ساختار تفکری جهان ریختم. چرا چون خوشگله میخواد اون خوشگله هر کاری بخواد میکنه حالا میگه یواش یواش میریم جلو چی بید. حقیقت اشیا رو میداند و میبیند و آنچنان که دیگران در خواب ارواح انبیا و اولیا و ملائکه را ببینن خیلی ها جیزاز رو تو خواب دیدن خیلی ها علی ابن عبی طالب خودشون رو تو خواب دیدن خیلی ها زرتوش تو خواب دیدن خیلیا میگه اینایی که تو خواب میبینن و آنچنان که دیگران در خواب ارواح انبیا اولیا و ملائک را بینند و با ایشان سخن گویند و از ایشان مدد و یاری خواهند وی در بیداری ارواح انبیا و اولیا و ملائک را ببیند همبتن همین الان من تو رو میکنم تو خورشید ببینین نزدیک میگه آزینی مردم سوختم تموم شد کور شدم نمیتونم نگاه کنم تلسکوپ میدم نگاه میکنه میبایی چه خوشگله فیلتر میذارن دیگه این, این موجود یعنی انسان کامل از این نصفه میگه فیلترینگ داره همه چی فیلتر داره توش حقیقتشو میبینه مثل این عینک ها که ور میداره دوربینه میذاره یه دونه شیشه جلوش نزدیک بینه میذاره این اینجوری میشه میزنه اون برمیجره حالا وی در بیداری ارواح هم یا اولیا و ملائک را ببیند و با ایشان سخن گوید یعنی این آدم میتونه در خله حرف بزنه البته یعنی صوتش احتیاج به هیچی نداره چرا چون بعضی از این موجودات مثل ملائکه اینا بدون هوا هم تو ساختار یعنی هم تو آبشوش شناور بلده هم تو شوش شناور بلده <تصفح> دقت کنید با ایشان سخنگوید و از ایشان مدد و یاری خواهد این است معنی کشف و وحی و الهام و این چنین کس را انسان کامل گویند و هر که به این مقام رسید اهل عالم را از وی مدد و یاری بسیار باشد پس باید به حتما به این مقام برسی که بگی که رو سرت بکش جلو نماز بخون یا نخون برای همین تمام علمای ادیان میگن بدون این که شما مقلد باشی نمیتونی نماز بخونی یعنی باید یه کسی از طرف خدا باشه که بتونی اینو به تو بگی که بخون چون نماز تو رشدی بهت نمیده باید از طرف ناسا که بهت اجازه بده که از اون چیزا بکشی وارد ناساش باید اینو بتونی بری تو وگرنه یعنی بگیرن دزدیه میگن جاسوس به جرم جاسوسی برای کشورهای خارجی میگیرن و خیلی چیزای دیگه حالا و این چنین کس انسان کامل بگن و هر کس به این مقام رسید اهل عالم را از وی مدد و یاری بسیار باشه از آن جهت که آن چنان که عقول و نفوس عالم الوا مؤثرا در این عالم سفلا وی هم مؤثر باشد و در این عالم سفله هر کس وی مدد خواهد مدد دهد و همت وی و اثرها باشد هم در کار دنیا و هم در کار آخرت و اگر اینجا رو میخواستم بخونم که توضیح بدم و اگر بعد از وفات وی بر سر قبر وی به زیارت روند و مدد خواهند هم مددها یابند و صورت زیارت کردن و دعا کردن آنچنان است که بر سر تربت چنین کس رود و دور به متوجه آن تربت شود متوجه آن تربت شود یعنی نمیتونه بری جلو دست بزنی بعد اون دور وایسی متوجه آن تربت شود و آن ساعت از هر چیزها باز آید و آینه دل را پاک و صافی کردن تا روح زائر و روح مزبه به واسطه قبر ملاقاتی افتد خب اه. خیلی نکته مهمی رو میگه یعنی شما وقتی میری سر قبل سعدی از این نصفی میگه میگه که اونجا گوش میکنه حرفاتو آقا سنی میشه یه توضیح بدی یعنی چی؟ بله توضیح رو دادیم بهش توجه نکردیم هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش به همین سادگی صوفیان قبل از اینکه بمیرن مسلمانای جمله دارن میگن موت قبل یهموتو قبل از اینکه بمیری بمیر اینها قبل از اینکه بمیرن مثل من و تو پنج هزار بار مردن اینا اصلا دیگه نمیمیرند این یکی از نکات و رازهای بسیار موثره یعنی شما وقتی وارد سعدی میشی سعدی اونجا هست چجوری میشه دیدش آقا سعد سعدی رو میگه میشه دید بله میشه چجوری میشه اونجا دید صوفیان هیچ وقت نخواهند مرد ما راجع به انسان خانه صحبت نکردیم صوفیان یعنی سعدی مولد چه برسه انسان کامل میگه پس انسان کامل در جهان هستی هیچ وقت نمی یعنی چی نمیمیره علمی اینجا یعنی انرژی از حالتی به حالتی تبدیل میشه ولی نابود نمیشه شما مرگ و نابودی میدونیم من مرگ و نابودی میدونم یعنی این موجود یعنی انسان کامل تحت هیچ شرایطی هیچ وقت نمیره عزیزون اصفی داره این جمله رو بیان میکنه صوفیا چرا نمیرن چون صوفیا میان در درون این موجود قرار میگیرن شروع میکنن 18 هزار عالم میرن چجوری میرن آقای حسینی بسیار ساده شما که امشب ریستارت میشی انسان کامل پیدا میکنی چیزی که به تو میدن اون کاره که انجام میدی تمرکزت میره مثل عدسی روی چیزی که آتیشش میزنه وقتی اونو بهت دادن یواش 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 آن وقت که پرده برافتد چها کنن همه رو میفهمی می ماتریکس برات باز میشه دنیای مجازی میره کنار میبینی کجاست کی کجاست چی کجاست چرا کجاست هرچی میری جلوتر کارت سختتر میشه گیمت سختتر میشه انقدر قدرتمند میشی که یهو مثلا بهت میگن فتا این جوانمرد سه چهار تا کلن از آدم های انسان های کامل در طول تاریخ سه چهار تاشون تا الان جوان مرد اسمشون دقبشون جوان مرد بوده یکی ایوبه یکیش ایلیا ابن امران همین علی ابن عبی طالب مسلمان ها که میگن که چسبوندن مال خودشون می رو میدوزن و برای خودشون دین درست میکنن یکیش یوسفه اینا به مقام جوان مرد رسیدن عظمتشون این صوفیان وارد انسان کامل که میشن جهان هستی رو میبینن چی جوری میبینن برای همینی که تو روح رو نمیفهمی چرا چون روح در آن واحد در زمان و بی لامکانه به الا میرویم مولوی میگه بزرگترین درجه تصوف اینه که شما به بیجا برویم پس یه بیجا داریم یه جا داریم یه بیجا داریم به اون بیجا باید برویم جا یعنی زمان جا یعنی مکان جا یعنی چیزی که توشی به بیجا جای دیگه است یه کامپیوتر هیچ وقت نمیاد بره برای خودش ویکیپدیا رو تنظیم کنه ولی ویکیپدیا توی این هست گوگل هیچ وقت نمیاد با اجازه خودش هر کاری دلش میخواد بکنه ولی میلیارد میلیارد عکس میشه مغز من تو هم گنجایش نداره که اسامی رو با عکس های همه آدم های کره زمین رو بردنیم با اسمشون بخونیم یا نمیتونیم چند میلیون میلیون خط ویکیپدیا رو همه رو حفظ کنیم الان ولی این کامپیوتر من آفریدم ولی حفظ میکنه بهش میگن هارد این هارد کجای من توه کیلوبایت مگابایت چیه این چجوری چی توش جمع میشه کجای منه کجای توه این هارد کی را میندازه کی عکس برداریش تنظیم میکنه کی تنظیم میکنه که کجا رو یادش باشه مثلا شما از بچگی یادته که بابا دگه زده باشه تو گوشی ممکن یاد باشه یادت دختر عمت رو دوست داشتی ولی یعنی کجا بوده خونه چشکی بوده آشپزخونه‌اش کجا بوده مثلا مثلا, مثلا, مثلا مثال میزنم یا سماورش کجاست خیلی چیزها رو از گذشته مغز خودش پاک میکنه اتوماتیک وار کی میشه اینا رو برگردون علمی یعنی من الان میتونم یک انسان رو بخوابونم یه دو تا سیم بهش وصل کنم عکساشو بگیرم کجا رفته چیکار کرده با کی بوده تا بزرگسالیش همه رو برمی‌دونم می میتونم 300 تا فیلم ازش بدم بیرون می مونتاژ میکنم به کجاش احتیاج دارم سیم بعد به کجاش وصل کنم مثل روه به کجا میره چرا تو میمیری این بسیار مهم میه پس صوفی اینجوری نمیمیرن چرا؟ چون میرسن جایی که اونجا جای نمیره شعری از فیض کاشانی میخونم ببینیم میگه به انسان کامل میگه میگه دل از من ببردی ای دل بر به فن آهسته آهسته توهی کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته کشی جان را به نزد خود ز تابی کفکنی در دل بهسان آنکه آن که می بد رسن آهسته آهسته میگه رسن یعنی تناب میگه یه جوری این تناب داره من میپیچونی رو با اشوه منو میکشی جلو که من خودم نمیفهمم مثل اینا دیدی که میندازن مثلا دوره آدم میخوان ببندنش چجوری میبندنش پس معلومه که نگرش بستنی توشه تو را مقصود آن باشد که قربان رد گردم ربایی دل که گیری جانز من آهسته آهسته چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من مرا آزاد کرد از بود من آهسته آهسته داره روش روش عاشق شدنش رو توضیح میده میگه من چجوری این وادی عشق رد کردم یواش یواش منو کشید تو جذب کرد مثل تناب و بس دور من هی hey, من رفتم جلو فیض کاشانی میگه: به عشق دل نهادم زین جهان آسوده گردیدم گسستم رشته جان ز تن آهسته آهسته یعنی از تنم گسستم رشته های جونم رو پس اون جان با بدن با یه رشته های وصله بعد ببینیم کجای بدن وقتی چشامون باز بشه چی میبینیم که اینا میگن من و تو نمیفهمیم زبست بستم خیال تو تو گشتم پای تا سر من ز بس بستم خیال تو تو گشتم پای تا سر من تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته میگه خوشگله تو ما رو بستی و برد این لطفته میدونی چرا این کارو میکنی؟ میگه نه میگه برای اینکه تو را مقصود آن باشد که قربان رهد گردم تو میخوای من عاشق کنی من میخوای میخوای قربان رای که تو داری نشونم میدی برم زبست بستم خیال تو تو گشتم پای تا سر من الان تو من ببین مثل دقیقا داره مثل این میگه که یه ظرف یواشاش آب ازش میره بیرون هوا میاد توش قشنگ داره توضیح میده یا هوا توشه یواشاش آب میریزی توش هوا میره بیرون این میگه من یعنی این هوا میره بیرون کی میاد تو آب حیات میاد توش قطر قطر میندازی درستی که قطر قطر داره میاد اما این هوا میره بیرون که آب وارد میشه زبست بستم خیال تو تو گشتم پای تا سر من تو آمد تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته سپردم جان و دل نزد تو و خود از میان رفتم این درجه فناه. عجب آدمیه این فیض کاشانی اینجا به رخ میکشه قدرتشو در مقابل صوفیان نبی سرپایی مثل حسینی قدرت رو ببین چی میگه قدرت این حرف زدن این حرف قدرت باید داشته بشم چه رو بزنیم ز بستم خیال تو تو گشتم پای تا سر من تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته سپردم سپردم جان و دل نزد تو و خود از میان رفتم دت جوک هر کی این حرف را بزنه تو دهنش هر کی در جهان هستی این حرف زد بزنه تو دهنش الا صوفی الا کسی که اینم تازه تو صوفی ببین چه صوفی بوده عظمت رو ببین این جمع این دروغ کوچولو این پیش پادشاه نیست که دو تا دروغ بگی دست پات قطع کنن که پیش انسان کامل دروغ بگی همچین بلایی که تمام این جهان هستید میره رو هوا این حسن جرأت دروغ گفتن نره تا نبینه نمیتونه حرف بزنه لاف نداره نه بیشتر میگه نه کمتر میگه و این خیلی عظمتی که یک صوفی به انسان کامل همچی حرفی رو میزنه سپردم جان و دل نزد تو و خود از میان رفتم کشیدم پای از کوی تو من آهسته آهسته جهان پر شد ز حرف فیض و رندی های پنهان اینجا اشاره میکنه که این رندی بود ما دادیم بیرون این حرفی که من زدم رندی بود یادت باشه هر کسی نمیفهمه حسینی فکر نکن میفهمی جهان پر شد ز حرف فیض و رندی ها و یه پنها نشدم افسانه هر انجامن آهسته آهسته به رخ میکشه فیض کاشانی به رخ میکشه عظمتی رو که توش پیدا کرده خیلی مهمه برای همین یهو هم مولوی فریاد میزنه اف شهر عشق رو اتار گشت اینجوریه این داره با جیغ میگه این داره فریاد میگه یه شعر داره میگه میگه هفت شهر عشق رو اتار گش ملت ما هنوزم در خمه یه کوچه بجنبید. این بجنبید اینجوری داره فریاد میزنه من تو نمیبینیم مثل اینکه مثلا ما سر سیاسی ها جیغ میزنیم توی ملت بیدارشین این داره اینه میگه هفت شهر رو اتار گشت من و تو هنو اندر خمه یک کوچین بجمب مرسی که این برنامه را گوش کردید به فیض می به فیضی که شاید کمک کنه فیضی به تو بیاد و اگر فیضی به تو و من آمد فیضی شاید نشویم و شاید هم بشویم اما فیزی که میآید بیرون نمی رود زیرا که آهسته آهسته وقتی آب در درون من میآید آب حیات هوا بیرون می رود پس همونقدر آب در من می ماند پس به فیزی وصل بشیم که وقتی میآید من برود حتی اگر یک اپسیلون مرسی که این برنامه رو گوش کرد تا برنامه دیگر بدرون Who she is. Oh. بن خوتفهم شقاری بان زبان دیگر این نیست گوش دیگر گوش دیگر